سلام، من فرشید اینجا هستم که توی اولین ویدیوم راجع به یک چیز مهم توی همه هنر رو صحبت کنیم، اونم ایده پردازی. حالا چرا ایده من مهمه که شده اولین ویدیو من؟ چون که شما ایده نداشته باشین این میشه که کارهای دیگران رو تقلید میکنین، یا اینکه اصلا کارتون انقدر ضعیف میشه چون بدون ایده است. ویدیو میاد بیرون، رنگ فوق العاده، بازیگر فوق العاده، تصویربرداری فوق العاده، ولی توی کارگردانیش هیچ ایده ای نداره، فقط یه مش تصویر رو همینجوری گرفتن انداختنش توی ادیت و رنگ انداختن روش و افکت و یه چیز اومده بیرون، ولی این ایده نشد. ایده اینه که شما از همون اول، قبل فیلم برداری، قبل تصویر برداری یه کلیپ، بشین ایدتون رو روی ورق بنویسین، هر سابجکتی که توی ذهنتونه هی بهش فکر کنین، برین توی یوتیوب فیلم های مختلف راجبش ببینین. حالا این فقط راجب ویدیو صدق نمی کنه، راجب عکاسی همینطوره، راجب موزیک همینطوره. موزیک شما برین ژانری که بهش علاقه دارین رو 24 ساعته گوش کنین، هر ژانری میخواین فیلم بسازین، موزیک بسازین، یا حتی نقاشی کنین، هر هنری اصلا مهم نیست، حتی هنر هم نباشه که بازم ایده نیاز داری. میرون سابجکت رو یوتیوب سرچ میکنی و خیلی راحت یه عالم ویدیو میبینی. یه سری آدم ها ممکنه بگن که ما میریم اون ویدیو رو میبینیم ازش کپی برمیداریم. نه، اصلا شما نیاز نیست کاری کن، ویدیو زیاد ببینید، و نه اینکه برید یه ویدیو ببینید واو چه ایده ای زده طرف، برام همینو درست کنم. نه، این نمیشه ایده پردازی. ایده پردازی اینه که شما یه عالمه ویدیو، یه عالمه عکس، یه عالمه موزیک توی اون سبک ببینین، یهو یه چیزی میاد تو ذهنتون که یه ایده 180 درجه متفاوت تر از بقیه چیزا میشه، یه چیزی که اصلا فکرشو نمی کنید. این میشه ایده پردازی. این میشه این که یه نفر با گوشیش یه ویدیو میسازه و اون ویدیو میره جایزه اسکار رو میبیره توی فیلم های کوتاه اسکار. امیدوارم موفق باشید و بتونید ایده پردازی کنید، کلیپ های خفن، عکس های خفن یا موزیک خفن بسازید. میبینمتون.